ملانیا ترامپ که همسر فعلی دانالد ترامپ هستش و جزو مانکنهای سابق کار فشن و مدلینگ هستش یک ویدیوی بیرون اومده که نشون میده که ملانیا لخت میشه و لباساشو در میاره سلام رضا هستم از کانال یوتیوبی آلبالو در خدمت شما هر جا که هستین دلتون شاد و لبهاتون خندون باشه امروز در رابطه با ملانی ترامپ صحبت خواهیم کرد همسر دانالد ترامپ که اهل اسلوانی هستش سال 1970 هم به دنیا اومده تنها بانوی اول آمریکا هستش که توی کشور بزرگ کمونیستی بزرگ شد توی اسلوانی بزرگ شده که بخشی از یوگسلاوی هستش و هاشی های زیادی بین ترامپ و ملانیا بوده همیشه دست ندادن هاشون ترامپ خواسته ببوسه اون اجازه نداده و اینها همیشه سوژه های روزنامه ها و خبرها و مطبوعات بوده و خواهد بود فکر کنم چون اصلا این خانم ظاهرا اون قدم که باید ترامپ رو دوست داشته باشه دوست نداره توی یکی از گزارش هاش هم که با یک کانال آمریکایی انجام داده بود خبرنگار ازش میپرسه که آیا رابطه عاطفی بین شما و ترامپ خوب هستش آیا عاشق ترامپ هستین یعنی با وضوح کاملی رو میپرسه میگه آیا عاشق ترامپ هستین و خیلی راحت جواب میده که ما اوکی هستیم یعنی نمیگه عاشق ترامپ هستیم میگه ما اوکی هستیم که میتونیم این رو اینجا ببینیم دی Yes, we are fine. yes, ولی همین چند روز پیش اتفاق بزرگی افتاد که ملانیا رو خیلی ناراحت کرد خبرهای زیادی در اومد یه رپر خیلی معروفی هستش توی آمریکا که با نیکنیم تی آی رپ میکنه شناخته میشه برای معرفی آخرین آلبوم خودش که دایم ترپ نام داره البته کاور آلبومش رو من خیلی دوست دارم اون عکسش رو و حدود یک دقیقه یه ویدیوی یه دقیقه ای روی اکانت تویتیری خودش پخش میکنه و توی این ویدیو نشون میده که از اول تا آخرش نشون میده که ترامپ داره از کاخ سفید بیرون میره با هلیکوپتر یعنی در حال دو جدا شدن از کاخ سفید هستش و خبرنگاری که روی ویدیو داره حرف میزنه میگه که ترامپ در حال جدا شدن هستش ولی ملانیا نرفت باهاش و توی کاخ سفید مونده بعد اتاق کار رئیس جمهور آمریکا رو نشون میده که به اتاق بیزی شکل معروف هستش که یک خانومی که ظاهرا بلانیا هستش شروع به رقصیدن میکنه و لباس های خودش رو در میاره و جالب این که کامل لخت میشه یعنی کامل لخت مادرزاد میشه ولی خب مطمئنا شخص دیگری هستش یک مدلی هستش که بسیار بسیار بهم هم شبیه ملانیا هستش و جالبه بدونین که اسمش هم ملانیا هستش یک مدل کانادایی هستش یعنی توی تورنتو به دنیا اومده تورنتو بزرگ شده ولی الان توی آمریکا داره کار میکنه خب این شروع به رقصیدن میکنه بعد میپره روی میز ریاست جمهوری و کراوات تی آی رو میگیره و شروع میکنه ب... به, قول خودمون رقصیدن و با هم از اتاق خارج میشن و یه جا نشون میده که دارن روی تابلو صورت ترامپ رو خط خطی میکنن با یک ماتیک یا رژ لب نکته جالبی که توی ویدیو وجود داره این مدلی که میرقصه دقیقا همون کاپشنی رو که ملانیا یعنی زن ترامپ چند ماه پیش به تن کرده بود رو به تن داره دوست دارم در مورد این ژاکت پر سر کمی حرف بزنم همین چند ماه پیش بود که ترامپ دستور داد که مهاجرین غیرقانونی رو از بچه هاشون جدا کنند و کلی حاشیه درست کرد طبق معمول سر آخر زن و شوهر با هم رفته بودن که فکر کنم مرز مکسیک بود به همین بچه ها سر بزنن و اونجا ملانیا همین کاپشن رو پوشیده بود که براش درد سر ساز شد پشتش نوشته بود من واقعا برام مهم نیست تو چی؟ که همین مدل که توی این ویدیو یک دقیقه میرقصه و لخت میشه هم همین ژاکت رو پوشیده چرا ژاکت میگم من؟ همین کت رو پوشیده همین کاپشن رو پوشیده که خیلی ها فکر میکنن که میخواد پیامی بده چون اون موقعی که ملانیا ترامپ این کاپشن رو پوشیده بود خیلی اعتراضا شد و گفتن که منظور ملانیا ترامپ این هستش که برای من مهم نیست بچه ها از خونوادهشون یعنی مهاجرین غیر مجاز از خونوادهشون جدا میشن یا نه حالا این هم همین کاپشن رو پوشیده و احتمالا منظورش این هستش که من هم به تو ارزشی نمیدم پرمش میتونه این باشه خلاصه این ویدیو در همون لحظات اولی که رو رفت روی اینترنت حدود دو میلیون بازدید داشت و تا حالا هم اتفاقات مهم می افتاده یکی از مهم ترین اتفاقاتش اینه که ظاهرا حالا من خبر رسمی بابت این پیدا نکردم ولی ظاهرا پلیس حمله کرده به خونه تی آی برای ساعتی دستگیرش کرده و از طرف دیگه سخنگوی مطبوعاتی میلانیا خانم ترامپ اعلام کرده که حرکت بسیار زشتی بوده و این حرکت نباید به هیچ عنوان حمایت بشه و هشتگ بایکوت تی آی رو توی توییتر پخش کرده و خیلی هم نظرشون به این هستش که کلیپ زیاد خوب نیست از این بابت که داره زنانگی اون مدل رو به رو میکشه یا از زن بودن یک نفر توی این کلیپ استفاده شده و آخرین اتفاقی هم که جالبه ترامپ هیچ نظری نداده تا حال هیچ حرفی نزده و این خانومی هم که توی ویدیو بازی کرده یعنی خانم ملانیای مدل رقاص اعلام کرده که تهدیدهای مرگ گرفته تهدید کردنش که تجاوز میکنم بهش و گفتش که من این خانم قبلا توی چند تا فیلمم بازی کرده و با مصاحبه که باش انجام شده عنوان کرده که من فقط خواستم یک کار جدیدی بکنم و به نظر خودم هم کاری رو که انجام دادم یک تصمیم بسیار خلاقانه ای بود و کار بدی هم انجام ندادم و جالبه بدونین که وقتی که خبرنگار بهش میگه که شما یه جورایی توهین کردی به یک خونواده یا مثلا زن و شوهر که منظور ملانیا ترامپ و دانالد ترامپ هستش خیلی راحت برگم برمیگرده میگه که ترامپ خودش انقدر هواشی داره توی زندگیش انقدر کارهای جنسی یا چطور بگم رسوایی های جنسی داره که فکر نمی کنم. این کار باعث بشه که چیزی به آسیبی به زندگی اینها بخوره لینک ویدیوی اصلی رو میذارم اگه خواستیم میتونیم بریم ببینین خیلی خوب میشه شما هم اگه نظرتون رو توی کامنت ها بنویسین و بگین که آیا تی آی کار خوبی کرده آیا اینکه این یک آزادی بیان هستش یا نه توهین هستش و نباید چنین کاری انجام میداد نظر شخصی من تی آی این کار رو انجام داده که فروش آلبومش بره بالا و آلبومش حداقل شناخته بشه ولی استفاده کردن از هر زنی برای بالا بردن فروش یا شنا... شناسوندن هر آبجکتی هر موضوعی به نظر من درست نیست فرق نمیکنه که این ملانیا باشه یا یک دختری یا یک زنی توی یک روستایی دور باشه ولی در مقابل عکس نشان دادن سریع ملانیا هم به نظر من به این بازی یا به این توپ بازی پاس دادن بود که بهتر بود انجام نمیشد ویدیو رو لطفا لایک کنین برای اینکه از من حمایت بکنین کانال رو سابسکرایب بکنین از همه مهمتر روی زنگوله کلیک بکنید تا از ویدیوی بعدی که همین فردا درست میکنم هم خبردار بشین دوستتون دارم هر جا که هستین خدا نگهدار برای تماشای مطالب جدید لطفا بر روی یکی از ویدیوهای رو رو کلیک کنید برای باخبر شدن از آخرین ویدیوهای ما کانال ما را فالو کنید